سلام، خوش اومدید. من احسان آبرتوسی هستم. حسرت راه‌های نرفته، حسرت کارهای نکرده، حسرت از انتخاب‌های غلط، حسرت روزهای از دست رفته. اگه با خودمون صادق باشیم احتمالاً تو زندگی تک تکمون ردپای حسرت هست، اما بعضی از حسرت‌ها به قدری بزرگن که سایه‌شون به وسعت خود زندگیه. امروز اول از حسرت‌های زندگیتون بگید و بعد اینکه به نظر شما در جستجوی یک زندگی بدون حسرت باید تا کجاها رفت؟ زندگی که در پایانش بشه به پشت سر نگاه کرد و فقط لبخند زد. اینجا هشتگ شماست. از راهی که زیر صفحه تلویزیون دارید میبینید، یعنی ایمیل، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توییتر با ما همراه باشید. شماره تلفن روی صفحه هم هست، زنگ بزنید و در بحث ما شرکت داشته باشید. قطعاً شرایط زندگی افراد و خواسته ها و آرزوهاشون در زندگی با هم خیلی متفاوته. شاید کمی ساده انگاری باشه فکر کنیم که میشه یه نسخه واحد برای همه مردم پیچید بگیم که چطور میشه از طریق رعایت این نکات مثلا به یک زندگی بدون حسرت برسید، اما گاهی اوقات مرور بعضی از توصیه ها بد نیست، چون یه جرقه در ذهن آدم میزنه که خودش کمک میکنه برای نتیجه گیری و در واقع رسیدن به یک شیوه خاص در زندگی خود فرد. بذار با هم دیگه بعضی از این توصیه هایی که گاهگاه این ورانور دیده میشه در کتاب های روانشناسی مثلا مرور کنیم. ضمن اینکه امروز دکتر مسعود افتخاری روانپزشک هم در بحث ما رو همراهی میکنه، جلوتر با ایشون خواهیم بود، نظرشون رو در مورد این نکات هم میشنویم. فهرستی از علاقمندی های خودتون تهیه بکنید و هر کدومو که به انجام میرسونید یه تیکی کنارش بزنید. از این جهت میگن مهمه این کار که شما در واقع وقتی روی کاغذ مینویسید علاقمندی هاتون و خواسته هاتون و آرزوهاتون و هدف های زندگیتون رو، یکم شاید عینیت بهتری پیدا میکنن. در واقع میتونید بعدا با نگاه کردن به این فهرست ببینید که چقدر در اون مسیر حرکت کردید یا خیر. گاهی اوقات ممکنه سال ها هم طول بکشه که بعضی از این آیتم های روی فهرستتون بخواد در واقع تیک بخوره. زندگی خیلی ها مثل رانندگی مقصدی ممکنه نداشته باشه، شما اینطور نباشه. در واقع اینکه بدونید به کدوم سمت، به کدوم مسیر دارین، در کدوم مسیر دارین حرکت میکنین خیلی مهمه. داشتن اهداف کوتاه مدت، بلند مدت، 5 ساله، 10 ساله، حتی طولانی تر قطعا میتونه کمک بکنه برای اینکه جلوی حسرت های آینده رو بگیریم. به دیگران کمک بکنید اما برای دیگران زندگی نکنید. خیلی هستن که واقعا انقدر درگیر نگاه دیگران و توقعاتشون هستن که خودشون رو فراموش میکنن و زمانی شاید که دیگه خیلی دیره یادشون میاد که برای خودشون شاید زندگی نکردن. اینم عامل حسرت میتونه باشه. خرچنگ‌های درون سطل مانع رهاییتان نشوند. این به حال یک تشبیه هست. تصویری که میتونیم از این سطل بگیریم اینه که یه خرچنگ تصمیم بگیره از سطل خارج بشه، یعنی شیوه متفاوتی رو در زندگی پیش بگیره. بقیه خرچنگا که پایین ته سطل واسدن ممکنه اونو بکشنش پایین. علتش هم در واقع اینه که برخلاف نرم‌های اون جامعه خودش داره حرکت میکنه. طبیعی هم هست اون مخالفت که دارن دیگران میکنن با شما تا حد زیادی شاید طبیعی باشه، ولی شما به هر حال دلایل خودتون رو دارید، اهداف خودتون رو دنبال میکنید، بنابراین نگران واکنش و عکس عمل اطرافیانتون نباشید. چیزهایی رو که نمیتوانید تغییر دهید رها کنید. بحث اینه که در واقع ما زمانی میتونیم از خودمون توقع داشته باشیم و بعد به خاطر اشتباهایی که داریم میکنیم شاید حسرت بخوریم که کنترل داریم رو اون بخش از زندگیمون. مسائلی که دست ما نیست طبیعتاً جلوی حسرت خوردن هم تا حد زیادی خواهد گرفت. بریم حالا از طریق اسکایپ اول صحبت بکنیم. فکر می‌کنم فعلا بله با آقای افتخاری تماس نمیتونیم داشته باشیم، هنوز ارتباط شما برقرار نشده. از طریق تلفن بذارید که با دو نفر اول حرف بزنیم. نفر اول مهتاب از اصفهان و بعد با احمد از گرگان. مهتاب بفرمایید که بزرگترین حسرت زندگی خودتون چیه؟ اول بزرگترین حسرت زندگی من اگر بخوام دقیقش بگم که خب توی کار اولی که داشتم مشغول بودم با توجه به اینکه خب یک رضایت نسبی نسبت بهش داشتم اشتباهاتی کردم که خب مجبور شدم اون کار رها کنم. در واقع به خاطر اینکه از کارتون راضی نبودید هنوزم، یعنی این حسرت رو دلتون مونده؟ متوجه نمیشم. نه، یه سری اشتباهاتی حالا غیر از اینکه خب شاید اون کار خیلی رضایت منو جلب نمی‌کرد، ولی خب اشتباهاتی هم توی اون کار انجام دادم که البته مربوط میشد به یک سری توقعاتی که خب اجتماع از یه زن توی محیط کار داره. منظورم از محیط کار یکم این که باید همیشه زیر دست باشی، باید خودتو همیشه کمتر نشون بدی. خب من این خصوصیت رو نداشتم راستش توی محیط کار. یه جور ها شاید اگر مثلا از دید یک بخوای کسی که مرد سالاری رو نگاه کنیم، من جاه طلب بودم و خب به خاطر اون یک سری جاه طلبیه که توی محیط کار داشتم. منظور از جاه طلبی حالا اینکه نمیخواستم خودم رو دست کم بگیرم توی محیط کار، شاید خیلی ضربه خوردم و مجبور شدم به خاطر اون. خب جاه طلبی اساسا به نظر شما چیز بدی، یعنی اشکالی داره که آدم بلند پرواز باشه، اهداف بزرگی تو زندگیش داشته باشه، ایرادش چیه؟
نه ایراد نداره، من ایراد ندارم، ولی وقتی شرایطش در واقع فراهم نباشه، حالا چه شرایط اجتماعیش فرهنگیش فراهم نباشه توی اون محیط کار یا حالا اجتماع آسیب میزنه و ممکنه تو نتونی اونو هندل کنی. و من خودم دارم میگم فکر میکنم اشتباه من این بود که این جاه طلبیمو نشون دادم، نمایش به قول گفتنی نخواستم پنهان کنم. در واقع یعنی شاید اون واقعیت های دنیای بیرون و توانمندی های خودتون رو وقتی کنار هم میذاشتید میدیدید که یک سنخیتی با هم دیگه نداره، یعنی اون واقعیت های دنیای خارج جلوی رسیدن به اون هدف ها و آرزوها و خواسته ها و به قول خودتون جاه طلبیاتون رو گرفته. اما حالا برای اینکه از اون به بعد در واقع زندگی بدون حسرتی داشته باشید، نتیجه گیریتون چی بود؟ اینکه خواسته هاتون رو رها کردید، آرزوهاتون رو کنار گذاشتید، یا اینکه نه به شاید راه وسطی رسیدید که هم به حال واقعیت های زندگی در یک جامعه ای که مثلا به قول شما مردسالاره رو بپذیرید، در این حال از خواسته های خودتون هم تا حدی کوتاه بیاید که اصل زندگیتون زیر سوال نره؟ والا نتیجه که من خودم گرفتم این که من نمیتونم در واقع حالا توی در واقع حالا رشته‌ای که خودم دارم ادامه بدم و مجبورم که رشته تحصیلیمو یا رشته کاریمو عوض کنم و خب توی رشته‌ای که بتونم با اون خصوصیت اخلاقی خودم بخونه و شاید یه سری در واقع استقلال کاری واسه من به وجود بیاره باید توی اون رشته کار کنم. وگرنه تغییر رشته برای شما تا حدی پس شاید وضعیت رو بهتر کرد که امروز حسرت کمتری هم داشته باشید. بله بله، من فعلا به این نتونستم، نتیجه دیگه ای نتونستم، یعنی نتونستم کار دیگه ای با اون که توی رشته خودم علاقه داشتم. ممنون از شما، مرسی. احمد از گرگان، شما چطور بزرگترین حسرت زندگیتون اگه میشه اینجا مطرح بکنید برامون بگید چیه؟ درود بر شما. حسرت آقای آمرتوسی، من ترجیح میدم به جای اینکه در مورد بزرگترین حسرت زندگی خودم صحبت بکنم، در مورد این صحبت بکنیم که اصلا چی میشه که ما احساس میکنیم که باید حسرت بخوریم یا اصلا دلیل پیدا میکنیم برای خودمون که بخودیم بشینیم حسرت یه چیزی رو بخوریم. به نظر من این از اونجای نشأت میگیره که ما با واقعیت های جهان اطرافمون ارتباط درستی نداریم، یعنی اونا رو درک نمیکنیم، توی جهان داریم زندگی میکنیم به ذهن خودمون که فاصله اون جهان با جهان واقعیت ها معنی داره و باعث که ما تصمیمات نادرستی بگیریم، تصمیمات نابجایی بگیریم. خب چطور میشه به این شناخت درست از واقعیت‌های بیرون رسید؟ یعنی در واقع این نیازمند تجربه زندگی است. آدم ممکنه توی جوانی فرضاً شناختش کمتر باشه. چی آدمو به یه شناخت دقیق میرسونه از زندگی بیرون؟ در وهله اول 100% نیاز به تجربه است. هیچ چیز جای تجربه رو نمیگه. میگه به قول حضرت علی میگه تجربه از علم بالاتره و این یک مقداری ما باید اینو بپذیریم تا گوشمون کشیده نشه، متوجه نمیشیم، یا به قول قدیمی‌ها سرمون سفتی سنگ رو احساس نکنه قبولمون نمیشه که سنگ سفته. و یه بخش بیشتریش به نظر من گوش کردن به صحبت‌های دیگران یک اون راه رو رفت ناکن. ما هر راهی رو که میخواییم بریم نفر اول که نیست، که قطعا یکی قبل از ما رفته، قطعا کسانی تجربیاتی دارن. بهترین کار اینه که ما بیایم از تجربیات اون افراد استفاده کنیم، صحبت کنیم، بیایم بگیم که آقا من میخوام کار بکنم، به نظر شما چی؟ البته از کسی که واقعا در اون کار تجربه ای داره. این باعث میشه که ما اشتباهاتی رو اشتباهاتمون مرتکب دایرش خیلی کم بشه و درصد موفقیتمون بره بالا و خب در آینده حسرت هم کمتر بکنیم. ولی باز هم به عقیده شخصی من بسیاری از حسرت ها، بسیاری از این چیزهایی که به عنوان حسرت افراد جامعه بیان میکنن در واقع خطای اون از واقعیت ها، یعنی یه تجربه ای رو به دست آورده شخص، یه علمی رو به دست آورده، بعد میگه اگر من مثلا فلان کار رو میکردم در فلان روز مثلا 5 سال قبل امروز اینطوری میشد. خب این در نظر نمیگیره این علمی که امروز داره صحبت میکنه حاصل هم تجربه هست. اگه این مسیر رو طی نمیکرد هیچ وقت متوجه نمیشد که اگر اون موقع اون حرکت رو میکرد امروز چه عوایدی نصیبش میشد. در واقع تا حدی هم آموختن است، همون شکست هایی که در طول زندگی آدم ممکنه بخوره ولی درسی بشه برای آیندهش. ممنون از شما، مرسی از هر دو نفر، مهتاب و احمد، که با ما در این بحث همراهی کردن، شرکت کردن. امروز از شما در کانال تلگراممون هم خواسته بودیم که از حسرتاتون بگید. جنس حسرت های مردم قطعا با هم فرق داره. جالبه که ببینیم چه تفاوت هایی در نظرهایی که برامون رسیده وجود داره در مورد حسرت ها.
سلام، من اگر میتونستم برگردم به عقب حتما سعی میکردم یه رشته دیگه درس بخونم، رشته که لااقل الان براش بازار کار باشه در ایران و بتونم کار کنم و درآمد خوبی داشته باشم، ولی متاسفانه به خاطر رشته که خوندم الان بیکار هستم و هیچ کاری ندارم و هیچ درآمدی ندارم و حسرت اینه میخورم که سنم داره زیاد میشه، داره تموم میشه و من هنوز نتونستم اون کاری رو که میخوام پیدا کنم. من اگر برمیگشتم به عقب مطمئنا رشته موزیک رو انتخاب نمیکردم، تا اینکه به 25 سالم بشه تازه بفهمم که هیچ درآمدی نداره و هیچ آینده‌ای نداره. من همیشه حسرت اینو میخورم که دبیرستانه ما مثل بقیه کشورها مختلط نبود، تو پسر این دختر دوست بشم، این همه مدت برای شناختن جنس مخالفم مجبور به کنکاش نباشم و آخر سرم بفهمم تو با اونا مثل من آدمن، مثل من فکر میکنن، مثل من عاشق میشن و احساس دارن. بزرگترین حسرتی که توی زندگی میخورم دنیا آمدنم توی ایرانه. اگر فرصت دوباره ای برای زندگی به دست می آوردم، توجه کمتری به حرفای مردم و باید و نبایت هایی که به صورت عرفی در جامعه وجود داره می کردم، بیشتر به عقل خودم رجوع می کردم. بزرگترین حسرتم تو زندگی در حال حاضر که نزدیک 39 سالم هست، سالهایی که قول اعتیاد به مواد مخدر زمینگیرم کرده بود. دقیقا 18 سال و 7 ماه و 21 روز پیش پای مواد مخدر به زندگیم باز شد. من در یه خانواده خیلی ثروتمند، خیلی معروف زندگی کردم و بزرگ شدم، اما فکر میکنم بزرگترین حسرتی که من دارم این هستش که مردهای خیلی خوبی توی زندگی من وجود نداشتن و من جسارت این که با این مردها مقابله کنم نداشتم. حسرت جوانی از دست رفته و مشکلاتی که برای خودم و خانوادم به وجود آوردم رو میخورم که چرا سراغ وام گرفتن و نزول دادن رفتم. اسمش هر چی که هست، کارمزد، بهره، نزول، هزینه مالی، بانکی و بازاریش فرقی نمیکنه. نزول دادن آدم رو به خاک سیاه میشونه. آرزوهای من واقعا میدیدید اینقدر ازشون دور شدم که یه موقعی فکر کنم مثلا بهشون نمیرسم. خیلی بد، خیلی بد. تو در لحظه داری زندگی میکنی، تو باید در لحظه زندگیت رو بسازی، نه این که حسرت بخوری که این کار شد. این سوالیه که از شما خواهیم پرسید در ادامه بحث. اینجا دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک، هم از سوئد ما رو همراهی میکنه. خیلی ممنون آقای افتخاری که دعوت ما رو پذیرفتید. همونطور که در ویدیوی برنامه ما الان دیدیم، جنس حسرتایی که بیننده‌هامون برامون فرستادن خیلی فرق داره، از مسائل اقتصادی توش میشتیدیم تا بحث اعتیاد یا مثلا اینکه چه میدونم حتی بعضیا در مورد به دنیا اومدن در ایران داشتن حسرت می‌خوردن، چیزی که کنترلش دست خود فرد نیست. اما از همه اینها که بگذریم، به نظر میاد اون حسرتایی که با آدم ممکنه بمونه تا آخر عمر، اون حسرتای بزرگتری که به هدف‌های زندگی برمیگره، به اون آرزوهای بزرگ زندگی آدم‌ها برمیگرده. چطور میشه در واقع آدم یک اهداف و آرزوهایی رو برای خودش تعریف بکنه که تا آخر عمر ثابت بمونن؟ چون من دیروز با من امروز، این لحظه و من فردا احتمالاً فرق داره، آدمیزاد داره، همش عوض میشه. آرزوهاش هم به همون نسبت عوض نمیشه آیا؟ بله همینطوره قطعا. ببینید سختی زندگی به همینه که ما دائما در حال گزینش هستیم. گزینش های ما مشکلات رو فراهم میکنه و الزاماتی داره. یکی از گزینش هایی که ما میکنیم همین انتخاب و گزینش هدف های ماست. خب این میبایست که با چشم باز این کار انجام میشه. باید ببینیم که دنبال چی هستیم از اینکه در زندگی هدف هایی داریم. آیا هدفهایی که انتخاب کردیم متناسب است با ابزارهای موجود و آیا این هدفها روشن، ما میدونیم چگونه باش بهشون برسیم، یا اینکه هدفهای ما امتداد آرزوهایی است که در هیچ دستگاهی دستیافتنی نیست. این یه بحث اساسی است. اون وقت داره سوال دیگه‌ای که مطرح میشه یا مشکل دیگه‌ای که بلافاصله مطرح میشه اینه که در شکل گیری گزینش‌های ما، در سمت سوی انتخاب‌های ما چه عواملی درگیر هستند. شنوندگان شما گفتن که و بینندگان تلویزیون که خب نمیخوان اون شغل رو داشته باشن اگه مجددا انتخاب میکردن. چرا ما شغلهای رو انتخاب میکنیم که دوست نداریم؟ چرا در رشته‌های دانشگاهی درس میخونیم که گزینش ما نیست؟ اگر عوامل جانبی در پیدایش اون تصویر از زندگی
اونقدر دخالت میکنن که گزینه شما نیست، خب بهشون نباید تن بدیم. این یه بحث. انسان توجه داشته باشه که در سه محور درون خود، در خانواده و در جامعه درگیر هست با مسائل مختلفی. یعنی زندگی ما رو این سه تا محور تشکیل میده. حالا آقای دکتر قطعا در این مورد بیشتر با هم صحبت میکنیم. برای من سوال همینه که چقدر واقعا انفرادی افراد میتونن در درون خودشون به اون رضایت و خوشحالی از زندگی برسن بدون اینکه توجه داشته باشن با توقعات اطرافیانشون، خواسته های جامعه. بیشتر به این مورد میپرسیم. با ما خواهش میکنم همراه بمونید روی خطوط تلفن، ببینید که فعلا دو نفر بعدی چه نکاتی دارن که از حسرت های زندگیشون بگن. مامرزا از مشهد و مرجان از هرات با ما هستن. مامرزا، الان آقای دکتر اشاره کرد به اینکه باید بین در واقع اون خواسته ها، آرزوها و هدفهایی که تو زندگی انتخاب میکنید با توانمندی های خودتون یک سنخیتی وجود داشته باشه. هم نمیتونه یه آرزوهایی داشته باشه که دست نیافتنیه، به هیچ وجه به دست نمیاد. از طرفی هم آدم جلوی بلند پروازیاشو نمیخواد بگیره، برای اینکه اون وقت زندگی شاید اون رنگ و بوش از دست میده. شما راه حلتون چی بوده؟ سلام خدمت شما. کاملا با فرمایشات آقای دکتر من موافق هستم، اما بعضی وقتا شرایط اجتماعی، شرایط جامعه و شرایط اقتصادی به شما اجازه نمیده که شما این سنخیت رو به وجود بیاری که اون رشته‌ای که باب میلت هستش، اون شغلی که باب میلت هستش انجام بدی. متاسفانه در زمان ما، زمانی که ما میخواستیم دانشگاه شرکت کنیم، 70% دانشگاه‌های دولتی به سهمیه‌ها اختصاص داشت و حالا سهمیه‌های جور با جور، و این عملا باعث میشد که اون کسی که تواناییش از نظر درسی و معلوماتی بالاتر هستش نتونه اون رشته مورد علاقه خودش رو انتخاب کنه. به هر حال ما به دانشگاه راه پیدا کردیم، بعدا هم که از دانشگاه فارغ التحصیل شدیم و بعد از خدمت سربازی خواستیم اون شغل مورد علاقه‌مون رو انتخاب کنیم. شغل مورد علاقه هم دقیقا مثل همین مسئله دانشگاه تقریبا میشه گفت یه حالت مافیایی داشت. و در نهایت شما چیکار کردید ما مرزه؟ یعنی کوتاه اومدید از خواستتون، یا یعنی اینکه پافشاری کردید تا به اون شغل مورد علاقه‌تون برسید؟ من به ناچار مجبور شدم کوتاه بیام، برخلاف میلم، هم از نظر کاری مجبور شدم کار دیگه ای رو انتخاب کنم و هم از نظر رشته. و امروز حسرتی دارید؟ بله 100%، چرا که ندارم، چون هیچ وقت نتونستم بر اساس اون شرایطی که برای کشور من حاکم بوده و سلطه داشته تو کشور من، اون چیزایی که میخواستم، اون فیوریتایی که داشتم، اونا رو به جامعه حقیقت بده. خیلی ممنون از شما مرزا. مرسی آقای دکتر. اشاره کردید خودتون به عوامل محیطی، الان در ساعت مامرزا هم همین شنیدیم، خیلی مثلا به شرایط کشورشون دارن اشاره میکنن. واقعا چقدر راحته که آدم فقط بچسبه به آرزوهای خودش، این نکات رو در نظر نگیره و همونطور که گفتم به هر حال اگر کنار بخواد بذاره آدم آرزوهاشو، دیگه اصلا انگیزش از زندگی چیه؟ یعنی همش اگه قابش کوتاه بیاد دیگه، پس باید رو کجاها واسطه و پافشاری کرد؟ بله، باید بین دو تا مسئله تفکیق قائل شد. قصد قطعا بستر اجتماعی مهمه که فرد بتونه استعدادهاشو پرورش بده و بتونه در اون بستر به آرزوهاش برسه، این بحث بسیار اساسی است و این خب برمیگرده به اینکه در یک جامعه عادلانه میباید فرصت‌های برابر فراهم بشه. این بحثی در حوزه جامعه شناسی سیاسی، اما اگر در نگاه فردی به ماجرا بخوایم وارد بشیم، خیلی مهمه بدونیم که میباید برای رسیدن به آرزوها، برای رسیدن به هدفها تلاش باید کرد. اگر که ما میخواییم گرما و شکوفه‌های بهاری رو تجربه کنیم، الزاماً میبایست از سرما و انجماد زمستانی عبور کنیم. یه وقتی هست ما به آرزوهامون یا به اهدافمون نمیرسیم، از جمله به خاطر این که تکنیکشون نداریم و این که تلاش لازم انجام نمیشه. اما قطعاً میبایست که در درون فرد یک سازگاری باشه و اینکه به هدفمون برسیم. جامعه بستر رشد استعدادها رو فراهم کنه و جامعه هم، خانواده و جامعه هم میبایست که در این چارچوب عمل بکنه. سه عامل میبینید که درگیر هست برای اینکه فرد بتونه به اهدافش برسه. بسیار خوب آقای افتخاری، بذارید از مرجان در هرات هم حالا بپرسیم که داستان زندگیش چیه. آیا مرجان تا حالا شده که به خاطر ترس از شکست فرزن اصلا حرکتی نکرده باشی به سمت اون آرزو، به سمت خواستت نرفته باشی؟ با عرض سلام خدمت بینندگان برنامه اشتق شما، من تا تلاش خود کردم و تلاش من همیشه مصبر واقع شده و با اون آرزوهایی که داشتم رسیدم و دارم برای آرزوهای دیگه هم تلاش میکنم. به نظرم از سب گذاشتن خود گذاشته تا
فایده ای نداره و من اونقدر حسرت گذشته نمیخوام. فقط یه گونه حسرتی که گاهی دست میده به من اینه که چرا من در گذشته بیشتر از این تلاش نکردم، چرا گاهی وقت تا آمدم مقابل زورگویی ها، مقابل حضوری ها بعضی آقایون، مقابل بعضی موضوعاتی که بوده، چرا از بین فامیل پدر ای چرا کوتا آمدم، چرا سب و اصف و اصلا کار گیرستم، بعد بیشتر تلاش میکردم، نمیترسیدم، با عنوان یک زن بعد مبارزه میکردم تا بوار میشکستم، ولی اون خبر نیه که من از رسیدن با آینده من مانع بشه. همیشه تلاش میکنم و همیشه به چیزایی که حتی دست نیافتنی بوده و اون تابوهایی بوده که باید میشکستم شکستم و به اون آرزوهای خود رسیدم. بسیار خوب، خیلی ممنون، مرسی از هر دو نفر. بذارید که بریم چند تا پیام بخونیم، باز برمیگردیم با آقای افتخاری خواهیم بود. در ادامه مورچه نوشته که حسرت از دست دادن روزهای مهم زندگیم، کاش با وجود همه مشکلات درس می‌خونم و با مدرک خوب از ایران می‌رفتم تا اینکه بمونم و هر روز زجر بکشم و استرس داشته باشم. سعیدم نوشته هدف زمانی حسرت می‌شود که رهایش کنیم، هرچند نمی‌توان نقش عوامل پیرامونی رو در دستیابی یا عدم دستیابی به هدف منکر شد، اما فاصله هدف و حسرت یک امر درونی و شخصی است. پس به نظرم حتی تا زمانی که حتی روزی یک میلیمتر به سمت هدف پیش بریم، هدفه. بریم ببینیم که بازم رو خطوط تلفن با ما کیا هستن. زمین که همونطور که گفتم آقای دکتر رو هم خواهیم داشت که اگر سوالی هم دارید، وقت محدودی داریم، میتونید در این زمان آخر برنامه مطرح بکنید. شقایق رو داریم که باش حرف بزنیم، بعدم با فرهاد از تهران حرف میزنیم. شقایق، شما شخصا آیا اهدافتون اونقدر بزرگ و دور از دست هست که نهایتا تا این لحظه از زندگیتون بهش نرسیدید، یا اینکه اصلا رهاش کردید، یا فکر میکنید که همیشه باید یه چیزی باشه که آدم انگیزه بده برای حرکت حتی اگه تا آخر عمرم بهش نرسیدم؟ با سلام، درسته دقیقا این صحبت هایی که چندین توی زندگیم اتفاق افتاده و وقتی که شاید برنامه شما یه دلیل شد برای این که من بیشتر امیدان با عمق بیشتری به حسرت هم فکر کنم و یه سری نتیجه هایی که رسیدم اینه که اول به خاطر که زندگی کوتاه و تکرار ناپذیر، به خاطر همین وجود حسرت انکار ناپذیره و در حسرت وجود داره. در کنار اون باید قبول کنیم که اشتباهات تو گذشته برای همه هست، همیشه اشتباه انجام ندادن انکار ناپذیره و بعد اینکه توی تصمیمات بلند مدت زندگی مثل بیشتر صحبت‌های دوستانم که گوش می‌دادم بود که بیشتر حسرت توی تصمیماتی بوده که بلند مدته و توی زندگی ما در آینده تاثیر داره، مثل ازدواج، مثل رشته تحصیلی. خب هیچ وقت برای در واقع اصلاح اون اشتباه‌ها یا فهم می‌کنید ممکنه زمان محدودی داشته باشه آدم، یا یعنی اینکه در واقع وقت می‌گذره دیر میشه، یا یعنی اینکه همیشه میشه تغییر داد اگر یک کاری رو اشتباه انجام دادیم؟ دقیقاً میشه گفت الان یه تجربه‌ای به دست آوردم که اشتباهات گذشته رو نکنم، ولی یه سری شرایط دیگه مثل شرایط جامعه و کشورمون که باعث شده که جبران اشتباهات رو خیلی سخت کنه، مثلا برای تحصیلات عدم کارایی تحصیلات یا برای ازدواج و طلاق فرهنگ اشتباهی که بس سختگیرانه که تو جامعه هست، همه اینو باعث میشه. بازم نقش عوامل محیطی است که بهش اشاره میکنید. خیلی ممنون از شما آقای دکتر. یک نکته که الان منم بهش اشاره کردم در ابتدای بحث، اون ترس از شکست هست که ممکنه خیلی‌ها رو اصلا از گام برداشتن در مسیر آرزوهاشون منصرف بکنه. برای این مورد خاص چه توصیه شما احیانا دارید که شکست مانع از حرکت نشه؟ بله، عرض کنم که بدون شکست اصلا نمیشه زندگی کرد. ما از شکستامون درس آموزی میکنیم و بعد ادامه بدیم. ببین، انسان ها دو گروه هم در افراط و تفریط ماجرا، یه گروه 0% ها که اساسا به هیچ کاری قائل نیستن، به اینکه قابلیتش رو دارن و هیچ کاری نمی کنن و در یک ماجرای فرودستی میمونن. 100% های افراطی که باید به همه آرزوهاشون برسن. این وسط باید به این سوال پاسخ داد که این همه هدف قراره به کجا منجر بشه. اگه هدف از زندگی کردن سعادتمندی است، خب نباید خود زندگی رو فدای ابزار زندگی کرد. منتها یه معضل که امروز هست اینه که سطح زندگی در ایران، افغانستان و کشورهای پیرامونی به اصطلاح کشورهای در خاورمیانه مقایسه میشه با استاندارد زندگی در دنیای پیشرفته اروپا، آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته به خاطر دسترسی به اینترنت، به خاطر تحولات دیجیتال و به همین خاطر رفرنس ها و مراجعی که ما داریم برای هدف گذاری هامون غلط اندازه.
یعنی سطح زندگی قراره مثل اروپا باشه، در حالی که ابزارهای اجتماعی خانوادگی و فردیش فراهم نیست. بازم بحث واقع‌بینی هست و اینکه واقعیت‌های اطرافمون رو در واقع فراموش نکنیم. یه بار دیگه باز برمیگیم پیش شما آقای افتخاری. خیلی کوتاه از فرهاد در تهران هم تجربه‌اش از زندگیش پرسیم، آیا زندگی با حسرتی داشتید یا اینکه الان به گذشته‌تون نگاه می‌کنید راضی هستید؟ سلام عرض ادب. من اگه اجازه بدید در حد چند ثانیه یه نکته‌ای رو به روانشناستون یادآوری کنم. اونم اینه که یکی از جامعه شناسا معتقده که 3 نفر تحول عظیم تو علم به وجود آوردن. یکی داروین، یکی مارکس که اومده گفته انسان‌ها از چشم‌انداز طبقه اجتماعیشون به دنیا نظر می‌کنن، پس از موجود مختاری نیستن. ما تحت تاثیر اینکه کجا به دنیا اومدیم و چجوری زندگی کردیم انتخاب‌هامون رو انجام میدیم. و یکی هم فروید که گفته بخش اعظم رفتار انسان آنکانشزه، ناخودآگاهه و بنابراین اختیاری نیست. این نکته رو می‌خوام. خیلی ممنون. به هر حال شما نوعی جبر رو بر زندگی انسان قائل هستید. ببینیم پاسخ آقای افتخاری چیه. بله، عرض کنم که این دترمینیسم ما نمیپذیریم. این رو کارل راجرز رفتارشناس بزرگ آمریکایی هم به شدت نقد کرده. مارکس و داروین و فروید انسان رو در جبر کور گرفتار میکنن. این بحثی است که میشه مفصل بهش پاسخ داد. انسان مختار است و در اختیاری که داره اجبار هم داره. یعنی شما مختار هستید در ترافیک رانندگی بکنید ولی باید قواعدش رو رعایت بکنید. این که ابزارهای مسدود کننده اجتماعی راه انسان رو میبندن یه بحثه، اما اینکه ما مجبور هستیم و محکوم به اهدافی که دست نیافتنی است یه بحثی دیگه. انسان همواره میتونه برخلاف جریان آب شنا کنه، میتونه که البته یک سازگاری و هارمونی در زندگی به دست بیاره. انسان مجبور نیست. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. میدونم که قطعا صحبت‌های شما آقای افتخاری همچنان ادامه میتونست داشته باشه، بیشتر از صحبتتون استفاده بکنم، متاسفانه وقتم خیلی محدوده. با شما خداحافظی میکنم. همینجا بریم به پایین برنامه ببینیم که سایکوپالیتیکس نوشته چی نوشته. زندگی گزینشی از کرده ها و نکرده هاست، پس زندگی بی حسرت شاید غیر ممکن باشه، باید از آن آموخت و یاد گرفت. آبانم گفته که حسرت اینه که تو این مملکت با کار و برنامه‌ریزی هم نمیشه زندگی خوبی داشت، چون ظرف چند ماه نصف ارزش پول و داراییمون از دست رفت. شرف هم نوشته وقتی جهان سوم زندگی می‌کنید و بعد کشورهای خوب دنیا رو هم می‌بینید، با تمام وجود لمس می‌کنید که اجتماع و محیط چقدر اثرگذاره. به هر حال این جبر اجتماعی رو یا جبر جغرافیایی رو شاید خیلی‌ها بهش اشاره می‌کنن و فکر می‌کنن چندان هم کار دستشون ساخته نیست. امیدوارم که اینطوری نباشه، بتونید به هر حال راه خودتون رو انتخاب بکنید، هدف‌گذاری بکنید و با حسرت زندگی نکنید. خلاصه دیگه @bbc شما شناسه توییتری ماست. همچنان اگر نظری مونده در توییتر برامون رو بنویسید، اگر نه خوب و خوش باشید. تا فردا.